پادکست دوستان عزیز، رفقای گپ دایو، سلام. مشتاقان فیلم های سینمایی، عاشقان هنر هفتم، سلام. کیارش هستم با پادکستی شنیدنی و دیدنی در خدمتتون هستم. در همین ابتدای پادکست اشاره بکنم که طبق معمول تمام پادکست های گپ دایو، مخاطبانی که تمایل دارن تا این پادکست رو به صورت تصویری ببینن میتونن با مراجعه به وبسایت ما ویدیوی جذاب از کارنامه آهنگسازی دسپلر رو بر مبنای این پادکستی که داریم راجعش صحبت میکنیم ببینند و بشنم. خیلی سریع بریم سر اصل مطلب. امروز میخواییم در مورد یکی از آهنگسازهایی که خودم به شخص خیلی دوستش دارم صحبت کنیم. آهنگسازی با بیشتر از 100 فیلم سینمایی، برنده 2 جایزه اسکار و یکی از مشهورترین آهنگسازان زنده سینما. بله، آخرین اسکارش هم مربوط میشه به همین 2-3 سال پیش برای فیلم Shape of Water. امید، به جرأت میتونم بگم یکی از پرطرفدارترین آهنگسازان زنده دنیاست. البته برخلاف بسیاری از آهنگسازهایی که راجبشون صحبت کردیم، در امریکا یا یک کشور انگلیسی زبان متولد نشده و فرانسوی هستش. بله، یکی از طرفدارش همین الان جلوی خودت نشسته. من خودم یکی از فناش هستم. الکساندر دسپلا. به نظر من الکساندر میشل جرارد دسپلا یکی از مهمترین آهنگسازان نسل جدید این هنر دوست داشتنیه. نسلی که ما قبلتر اونها رو با امثال برنارد هرمن، جری گلدسمیت، موریس جار و نینو روتا میشناسیم. خیلی خوب شد که این نامها رو بردی کیارش. خود الکساندر دسپلا میگه که تمام این اسامیی که گفتی روی من تأثیر بسیار زیادی داشتن و حتی اونجایی که تصمیم گرفتم برای موسیقی فیلم کار کنم جایی بود که موسیقی استار وارز رو که جان ویلیام ساخته شنیدم. ببین امید، دقیقاً درسته. من برای همین اشاره کردم به نسل طلایی آهنگسازا، چون که عالم آهنگسازی یک عالم رنگارنگ و با هنرمندان و سلیقه های مختلف. اما ما توی این 100 و خورده‌ای سال عمری که از سینما میگذره، یک سری هنرمندای تکرار نشدنی تو هر کدوم از نقش‌های سینمایی داشتیم که معروف شدن به طلایی سازان اون دوران. بله. به نظر من 50 سال دیگه، 60 سال دیگه، اگر یک امید و کیارش دیگری بخوان پادکستی بسازن راجع به موسیقی مد، همین جور که ما با احترام راجع به برنارد هرمن ها صحبت میکنیم، با احترام راجع به الکساندر دسپلا ها هم صحبت خواهند کرد. شاید هتل بزرگ بوداپست معروف ترین فیلمی باشه که از الکساندر دسپلا در کشورمون میشناسیم. اما این آهنگساز بسیار آهنگساز بسازیه امید. هرچی جاستین هورویتس که در پادکست قبلی ازش صحبت کردیم نساز بود، دسپلا بسازه. خیلی هم میگن زود میسازه. راجع به اونش هم حالا صحبت میکنیم. برای فیلم مستقل آهنگسازی داشته. بله. برای پربودجه داشته. برای کمبودجه هنری، اکشن، عامه پسند داشته. برای فانتزی، علمی تخیلی. بعد فهمیدیم کیارش جان. خلاصه همه رقمه آقای الکساندر دسپلا آهنگسازی انجام من دیگه بده. ترسیدم شما تا آخر بخوای ژانرهای سینما رو نام ببری. نه دیگه، همین چند تا بسته. این رو هم اضافه بکنم که تو همین 2 دهه‌ای که خیلی معروف شده الکساندر دسپلا، بیش از 100 فیلم آهنگسازی داشته. بله، رکورد آهنگسازی در 3 هفته هم میگن داره و خیلی از کارگردان ها وقتی گیر میکنن میخوان سریع فیلمو برسونن میرن پیش دسپلا. حالا ببین امید، این یه نکته خیلی مهمیه. ما هی اصلا بعضی از مخاطبا میگن آقا شما تو هر قسمت یه گریز به هانس زیمر میزنین. با عرض پوزش از اونا من دوباره باید برم به سمت صحبت از هانس زیمر. ما شما به خصوص هی به هانس زیمر انتقاد میکنی، میگی خط تولید درست کرده و موسیقی زیاد میسازه و تون میسازه و این جور مسائل. حالا اون قضاوتش با مخاطبان، اما
الکساندر دسپله داره نشون میده که تو میتونی تند بسازی و خوب بسازی. بله. ببین تو همین سال 2014 که برای فیلم هتل بوداپست اسکار رو میبره، 5 تا فیلم دیگه هم آهنگسازی کرده. یعنی 6 تا فیلم آهنگسازی کرده که یکیش اسکار برده. اون 5 تا دیگه هم آهنگای بدی نبودن. و حالا جالبه، هانس زیمر هم که سال 88 برای رین من نامزد شد، اون سال 6 تا فیلم آهنگسازی کرده بود. یعنی اونم سری و خوب سازی و بلده. درست. این روندی که مدام هم داره تو زندگی دسپله تکرار میشه. بعضیا میگن امکان داره تو یه سال به 10 تا هم برسه، چون 5 6 تا فیلم کار میکنه، تبلیغاتی کار میکنه، تئاتر هم کار میکنه. آره، خیلی هم دستش تنده. بعد ژانرهای مختلف هم کار میکنه. مثلا یهویی 5 تا اکشن کار نمیکنه، یه اکشن، یه درام، یه تئاتر. آره. انصافا هم همشونو معمولا با یه خلاقیتی انجام میده. من حالا خودم خیلی انیمیشن هایی که کار کرده رو دوست دارم، مثل آی لاف داگز یا مستر فاکس. فانتاستیک مستر فاکس. بله، آقای فاکس شگفت انگیز در واقع زمینه آشنایی وس اندرسون، کارگردان صاحب سبک امریکایی، با الکساندر دسپله. در واقع همین آشنایی که بعداً منجر میشه به ساخت موسیقی متن فیلم هتل بزرگ بوداپست و کسب جایزه اسکار توسط این آهنگساز فرانسوی. بنابراین نمیتونی اونو به نظر من تو دسته انیمیشن خالی دستبندیش کنی. امیدوار، چون وس اندرسون واقعا سبکش تو انیمیشن سازی، به خصوص که استاپ موشن هم میسازه، خیلی متفاوته. مثلا ما انیمیشن آب هم داریم که از قضا اسکار هم برده. اما اصلا اون انیمیشن فضاش با این انیمیشن ها به خصوص آی لاف داگز متفاوته، که حالا راجبش صحبت میکنی. فضای خودشو داره. بد نیست یه ذره راجع به زندگی نامه دسپله هم صحبت کنیم، که اصلا از کجا اومده، چطوری شده که آهنگساز شده. سال 61 تو شهر پاریس به دنیا اومده، از پدری فرانسوی و مادری یونانی. جالبه که پدر و مادرش هر دو دانشگاهی، وقتی که در کالیفرنیا تحصیل میکردن با همدیگه آشنا شدن. از اینجا شما میتونید ببینید که در واقع یه جوری تمامی فرهنگ ها با زندگی الکساندر دسپله از همان کودکی عجین شده است. بله، توی موسیقیش هم دقیقاً رگه‌های فرانسوی و همچنین جاز آمریکایی رو میتونی بشنوی. اصلا خودش میگه که آقا من در کنار موسیقی کلاسیک که باهاش زندگی میکنم، سبک جاز و موسیقی ملل. بله، ورلد میوزیک. دقیقاً از جمله جذاب‌ترین موسیقی‌هایی هستش که همیشه تو زندگی و کارام دنبال کردم. از 5 سالگی پیانو میزده، ترومپت و پیانو رو با هم یاد گرفته، اما ساز اصلیش فلوته. و توی کاراش هم اگه گوش کنی، به شدت سازهای بادی و همچنین فلوت خیلی زیاد استفاده میکنه. اصلا به نظر من یه آهنگساز همه فن حریفه. امید، من معتقدم که الکساندر دسپله نمونه تیپیک یک آهنگسازه. شما اگه زندگیشو نگاه بکنید، میگه من از همون کودکی تمام زندگیم با موسیقی همراه بود. اصلا میگفت روزی نبود که ما تو خونمون یک رگه ای از موسیقی رو احساس نکنیم. از 5 سالگی به قول شما پیانو رو شروع کرده. از بچگی جنگ ستارگان رو دیده، میدونسته میخواد اصلا آهنگساز فیلم سینمایی بشه. یک مسیر مشخصی داشته، مسیر مشخص رو دنبال کرده. آدمی بوده که امکانات براش مهیا بوده، خودش هم اهل تلاش بوده. برخلاف خیلی از آهنگسازا که ما گفتیم بر حسب اتفاق تصادف داشتن تو پشت صحنه فیلم رد میشدن، یکی گفته بیا حالا این دوتا نوت هم بزن، یهو شدن آهنگساز. دسپله اصلا از اول میدونسته میخواد چیکار کنه، همونو دنبال کرده، به بهترین نحو ممکنم به هدفش رسیده. شاید اون آرامش
و ثباتی که در زندگی داشته اگه نصیب خیلی از استعدادهای گمنامی میشد که توی کشورهای فقیر هستن و ما امروزه هیچ اسمی ازشون نشنیدیم، اونا هم امروز همشون هنرمندانی در حد و اندازه جایزه اسکار بودن. بله، یه جورایی انگار اومده بوده که اصلا آهنگساز فیلم بشه. از سال 1985 دسپله آهنگسازی رو شروع میکنه، اما تا سال 2003 گمنام بوده و در فرانسه فقط آهنگسازی میکرد. تو همون ساخت موسیقی اولین فیلمش هم با همسرش آشنا میشه که نوازنده و سولیست ویالون. ببین امید، اینم باز همون حرف قبلی منو تایید میکنه. گفتم این نمونه تیپی که یک هنرمند آهنگسازه، همسرش هم تو اولین کارش میبینه. اونم نوازنده ویالونه، رهبر ارکسترش هم هست، الانم تو همه کاراش خیلی نقش خانومش و سازهای زهی پررنگ. بله، کلن فکر میکنم مدیر هنری کارهاش هم باشه. بعد شما ببین، هم اصلا دست سرنوشت رو نگاه بکن، خودش که استاد سازهای بادی، همسرش هم که استاد سازهای زهی، همه چی با هم دارن دیگه. یعنی دیگه میگن آقا کور از خدا چی میخواد، دوتا چشم بینا، همه چی جوره، انگار یه موزه موسیقی سر خوده. امید، حالا که داریم راجع به معروف شدن دسپله صحبت میکنیم، جالبه که بگم فیلم دختری با گوشواره های مروارید که از کتابی مشهور به همین نام ساخته شده در سال 2003 میلادی کاری بود که باعث شناسوندن الکساندر دسپله به دنیای هالیوود شد. موسیقی این فیلم انقدر برای هالیوودی ها جذاب بود که بعد از اون درهای استودیوهای هالیوودی به روی دسپله و استعداد اون باز میشه و یکی پس از دیگری ما کارهای زیبای دسپله رو بر روی فیلم‌های هالیوودی می‌شنویم. دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم کرش. ببین قبلش هم خیلی آهنگسازی کرده ها، ولی انگار اون سالای 2003 به بعد 2007 2008 خیلی دسپله مشهور میشه و چندین سال هم پشت هم به عنوان بهترین آهنگساز اتحادیه منتقدین موسیقی انتخاب میشه. ببین به نظر من اگه دهه 2000 میلادی دهه هانس سیمر باشه که اونم جزو یکی از این نسل طلایی‌های معاصر ماست، دهه 2010 میلادی یعنی از همین 2010 تا 2020 دهه الکساندر دسپله هستش. البته یه نکته دیگه هم که باز جذابه میتونیم مقایسه کنیم بین دوتا قول آهنگسازی هانس سیمر دسپله، هانس سیمر هم تو آلمان متولد شده اروپا، دسپله تو حالا گفتیم فرانسه متولد شده، اما هانس سیمر کاملا یه مسیر دیگه میره، با موسیقی الکترونیک شروع میکنه. الانم صداش به نظر من موسیقیش یک موسیقی آمریکایی هستش، انگار کسی بوده که از اول تو هالیوود بوده، اما دسپله اون میراث اروپاییشو حفظ کرده. دقیقا. و اومده از تمام موارد مثبت هالیوود هم استفاده کرده. بنابراین شما میبینی اگه رومن پولانسکی که یه کارگردان تقریبا مستقل با سبک اروپایی بیاد سراغش، موسیقی دسپله به کارش میشینه، اگه یه فیلم کاملا تجاری مثلا فیلم گودزیلا بیاد سفارش بده، باز دسپله میتونه یه کار قابل قبولی برای اون فیلم ارائه بده. خیلی از موسیقی های الکساندر رو که گوش میدی فکر میکنی داری تو خیابونای پاریس قدم میزنی، اینقدر اون فضا و رگه های فرانسوی رو داره. به نظرم یکی از عواملی که مثلا یه فیلمی مثل سخنرانی پادشاهش هم میگیره بازم همینه که دنیا رو میتونه از دید چند فرهنگ نگاه بکنه، هم فرهنگ آمریکایی رو درک کرده، تجربه کرده، هم اروپایی رو، هم انگلیسی رو، هم فرانسوی رو.
فیلم کوین هم تو همون فضای درباری و ایناست، خیلی جالبه تو این سبک کار زیاد داشته. میخوام مثلا بگم ببین انگلیس و بریتانیا رو فرهنگش رو میفهمه، میشناسه، اگه براش آهنگسازی میکنه باهاش غریبه نیست. شما میتونیم تصور کنی که انگار یک آهنگساز بریتانیایی برای این فیلم ها که انقدر فیلم های ملی میهنی محسوب میشه آهنگسازی کرده. از اول پادکست همش منتظر بودم بپرسی چرا طرفدار دسپلایی، ولی نپرسیدی. من خودم اینجا میخوام جواب بدم. آقا اشکال نداره، چه ناراحت میشی؟ کیارش برمیگرده به صحبت قبلیت. دسپلای خیلی فیلمنامه رو خوب میفهمه و حس میکنم خیلی سریع ارتباط برقرار میکنه. ببین تو همه فیلماش المانهایی که داره استفاده میکنه المانهای خود فیلم و فیلمنامه است. مثلا تو همون آی لاف داگز شما صدای موسیقی جانک میوزیک رو میشنوی، صدای موسیقی که با حالا نمیدونم اصطلاح فارسی آشغال نوازی من میگم، آره با زباله ها و آشغال ها صدا در میارن. چرا؟ چون محیط این سگ ها یه همچین فضاییه تو اون فیلم. و به خاطر اینکه باز فضا مربوط به ژاپن میشد، اون صدای تبلایی که میشنوی شبیه موسیقی سنتی ژاپنی هست. ساز تایکوه اون بهش اشاره میکنی. حالا من راجع به آی لاف داگز هم چند تا نکته دارم بهش میرسیم. در تایید همین حرفت، مثلا جز فیلم های مشهورش ایمیتیشن گیم هست. بله. ایمیتیشن گیم راجع به زندگی آلن تورینگ، ریاضیدان نابغه انگلیسیه. اگه شما موسیقیشو گوش بدین انگاری علم ریاضیاتو دارین تو موسیقی دسپلا میشنوین. کاملا اومده اونو استفاده کرده. بعد میگن که تورینگ خیلی به تراژدی علاقه داشته. شما اون رگه تراژیک رو میتونین تو موسیقی دسپلا بشنوین. تا این حد با شخصیت ارتباط گرفت. خیلی سریع میبینی خیلی وقتا خیلی تلاش میکنن کانکشن برقرار کنن، خیلی طول میکشه ولی خیلی سریع میکنن. سریع و هوشمندانه. این فکر کنم به خاطر علاقهش به موسیقی و فرهنگ و هنره. یا شما همین فیلم هتل بزرگ بوداپست، فضاش چه فضای شرقیه. بله، حالا فکر میکنین چه سازی استفاده کرده؟ مسابقهش هم ما رفتیم، از ساز بالالایکا استفاده کرده. دقیقا، که چقدر با اون فضا بله، میخونی داره رنگ. یه فیلم دیگه هم که حالا از نسل طلایی قبلی با همین ساز بالالایکا داریم دکتر ژیواگو هستش، که به نظرم به اونم یه نیم نگاهی داشته دسپل. البته این نظر شخصیمه. فقط میخواستم یادآوری کنم شما اما من پرسیدی چرا دوست داری، داری خودت جواب میدی. من یه دونه آی لاف دی باکس گفتم شما رفتی پاخ. نه امید، من الکساندر دسپلا آهنگساز مورد علاقه هم نیست، اما به خاطر اینکه یکی از مهمترین آهنگسازهای 10-15 سال اخیره، نمیتونم این ویژگی های مثبتش رو نایده بگیرم. من یه مورد دیگه هم برات مثال بزنم، یه ذره متفاوت تر. فیلم زیرو دارک 30
داستان خشنیه. اصلا ما دسپلر به چی میشناسیم؟ به لطافت. بله. خودش صحبت میکنه آروم، انقدر یواش تو مصاحبه هاش حرف میزنه، باید ولومو تا آخر ببری بالا ببینی چی میگه. بعد یک موسیقی خشن و زبری برای این فیلم زیرو دارک 30 انتخاب کرده که اگه اسمشو نبینی اصلا باورت نمیشه اینو کار دسپلر. متنوع بودنش من خیلی دوست دارم. همینطوره، خودش هم میگه من خیلی اهل صحبت کردن نیستم، دوست دارم تو موسیقیام حرفامو بزنم. یا فضای درباری که تو فیلم کوین و کینگ اسپیچ ساخته، این چقدر از یه حالت خیلی آرومی شروع میکنه و کم کم بیلداپ میکنه، موسیقی اصلا با اون سخنرانی‌ها که ترکیب میشه خیلی زیبا میشه. یا یکی از بهترین کارهایی که ساخته شیپ آف واتر، برنده اسکار دیگه. ببین، موسیقی این فیلم رو میتونی از چندین زاویه بررسی کنی. اولا صدایی که استفاده کرده به شدت صدای زیبایی هست، از ساز اوکارینا هم استفاده کرده و قشنگ به تو داره حس آب میده. تو فیلم هم تو خیلی میبینی این فضای آب و مثلا شناور بودن. ساز اوکارینا از خانواده سازهای بادیه دیگه، درست میگی؟ بله درسته. یه حس و حال خیلی طبیعت گونه داره و جوری که اینجا استفاده کرده داره به تو قشنگ حس شناور بودن تو آب میده. البته همین جوری که ما داریم توضیح میدیم، شما هم میبینین تصاویر این سازها رو، حتما براتون اینجوری ملموس‌تره که ساز اوکارینا، ساز بالالایکا، اینا دقیقاً چه سازهایی هستن، چه شکلی هستن. وقتی میگیم این ساز بادیه، منظورمون بادیه برنجیه، بادیه چوبیه، و یا بالالایکا که خیلی شبیه گیتاره، با تصویر اینا خیلی برای آدم ملموستر هم میشن. بله، خیلی از کسایی که من برخورد داشتم گفتن که نسخه تصویری پادکستاتون هم خیلی برامون جذاب بوده و تونستیم ارتباط خیلی بیشتری برقرار کنیم، چون سازها رو میبینیم. خیلی از این سازها و پشت صحنه فیلما شاید توضیح که میدیم گنگ باشه، اما وقتی تصاویر رو میبینید خیلی بهتر میتونین ارتباط برقرار کنید. به موسیقی شیپ آف واتر نگاه کنیم، اون هم زاویه ملودی کشه. یادت تو لالالند صحبت کردیم موسیقیش ملودی نوعی داشت، یه حس و حال جدیدی رو القا می‌کرد. تو شیپ آف واتر هم دقیقاً همینطوره. چینش نوت‌ها کنار هم خیلی زیباست، خیلی جذابه. ببین، به نظر من هنوز که هنوزه اون اتفاقی که ملودی میتونه توی مخاطب ایجاد کنه، هیچ المان دیگه‌ای شاید نتونه این کارو بکنه. و ملودی ناب و جذاب، یعنی چینش نوت ها کنار هم، خیلی میتونه جذاب باشه. تو شیپ آف واتر دقیقاً یکی از این نمونه ملودی های بسیار جذاب رو که یه حس عجیب و غریبی داره به شما القا میکنه میشنوید. یعنی همونجوری که هنر یه شاعر چیدمان درست قافیه ها در قالب کلاسیک شعر هست، هنر یه آهنگسازم چیدمان هنرمندانه نوت ها در یک قالب موسیقیایی. آره، ببین خیلی اتفاقا خوب شد این صحبت کردیم. تو سالهای مختلف اسکار که میخواد جایزه بده، نگاه داورا فرق میکنه. بعد تو از اون جایزه‌ای که میدن قشنگ میتونی بفهمی نگاهشون چیه. مثلا سالی که لالالند و حالا شیپ آف واتر هم دو سال پشت سر هم بود دیگه، بله اگه اشتباه نکنم، داوران نگاهشون تقریبا به اون ملودیه بوده، یعنی فضای ملودی و اون آرامشه، اون حس عجیب و غریبه براشون جذاب بوده، ملودیک میدیدن. اما تو سال قبل بلک پنتر برنده شد. بلک پنتر چی بود؟ تو موسیقی چیزایی که جذاب بود، ریتم های عجیب آفریقایی رو استفاده کرده بود و اون خیلی داورا رو جذب کرد. اینجا نشون میده که داورا خیلی نگاهشون ریتمیک بوده، یا اون سال ریتم نو بوده. بوده. آره.
این حالا هر سال متفاوت میشه. این بیگانه بودن و خارجی بودن ریتما هم که یعنی غریب بودنشون برای گوش داورا هم شاید تاثیرگذار بوده. چون آدم یه موقع یک موسیقی غریبی که میشنوه تو دفعه اول یه جوری تحت تاثیر قرار میگیره. دقیقاً همینطوره، مثل اتفاقی که برای لاین کینگ افتاد. اون سال هم همون صداهای عجیب و غریب بود که تونست اون اتفاقو بندازه. و اینه که اون ارزش ورد میوزیک رو نشون میده و موسیقی جهانی. شاید ما از این لحاظ به عنوان یک ایرانی دست بالا رو داشته باشیم، چون که فرهنگ موسیقیاییمون پره از ریتم‌های ناشنیده که میتونیم توی موسیقی متن ازشون استفاده بکنیم و گوش‌های شنونده‌های غربی و شرقی رو باهاشون شگفت زده بکنیم. قطعاً همینطوره. موسیقی نواحی الان بسیار جذاب هست و شناختش به نام اتنومیوزیکولوژی یک ژانر بسیار گسترده‌ای توی علوم هستش. امیدوارم به زودی فرصتی دست بده تا در یک پادکست از استفاده از ساز دوتار توسط الکساندر دسپلا در یک فیلم باهات صحبت بکنه. بله، این ساز هم به تازگی ثبت جهانی شده و احتمالش هم هست. به امید اون روز. حالا من امیدوارم که آهنگسازای خودمون استفاده کنن از این. چه بهتر اگه اینطور باشه. دیگه نور الان نور میشه. امید، گفتیم 100 تا فیلم بیشتر آهنگسازی کرده. توی سینمای بدن هری پاتر خیلی مشهوره. بله. من برای این میخوام به هری پاتر هم یه گریز بزنم، چون دسپلا چندین و چند بار میگه جان ویلیامز اگه نبود من آهنگساز نمیشدم، و یه جوری خودش رو شونه های جان ویلیامز میبینه. در واقع اگه شما مقایسه بکنی، چون برای هری پاتر هم جان ویلیامز آهنگسازی کرده هم دسپلا، اونجا میتونید در واقع این رابطه استادی و شاگردی رو ببینید و ببینید که چقدر خوب تأثیر گرفته دسپلا از جان ویلیامز و تونسته با تجربه‌ای که جان ویلیامز داشته کار خودش رو بهبود ببخشه دسپلا. در واقع یعنی این که نه تقلید داریم ما، نه تکرار، بلکه یک تأثیر خیلی شنیدنی. امید، شما گفتی که یکی از محبوب ترین آهنگسازات الکساندر دسپلا هست. حالا محبوب ترین فیلمی که این آهنگساز براش آهنگسازی کرده کدوم فیلمه برای شما؟ من دو تا فیلمو همون تو صحبتام هم اشاره کردم، غیر مستقیم آی لاف داگز و شیپ آف واتر رو خیلی دوست دارم. اتفاقا منم آی لاف داگز رو خیلی موسیقیشو دوست دارم. خود البته این انیمیشن رو هم دوست دارم، اما موسیقیش رو به چند دلیل دوست دارم. یکی همون ساز تایکوی ژاپنی بله. که توش استفاده میشه. یکی دیگه هنر دسپلا تو غافلگیر کردن من مخاطب. ببین مثلا اگه شما داستان آی لاف داگز رو نگاه بکنی، یک پسریه که خانواده‌اش رو از دست داده، میتونه خیلی غمگین برای این آهنگسازی بشه. درست. اما از اون ور همین پسر یک میل زیادی به زندگی داره و یک هدف جالبی رو دنبال میکنه. اون انرژی رو دسپلا بله، گرفته. بله. با اون انرژی اومده برات آهنگ سازی کرده. یه امیدی توشه. امیدش، اما امید شعاری نیست. امید موسیقیایی. بله. امید زندگیه. شما مثلا صدای یک رودخونه رو گوش میدید، چجوری زندگی توت زنده دهیم. میشه. این موسیقی هم اونجوری برات زندگی اصلا شروع میشه. موسیقی حالت برخواستن و ادامه دادن. ببین ده. اصلا آفرین، همین شروعش که گفتی، با اینکه شروعش ساز تایکو کوبشیه، نظامی نیست تا کودکانه است. دقیقا. من نمیدونم این آدم تو ذهنش چی میگذشته که اینقدر با یه سازی که میتونه خشن باشه یه دنیای کودکانه خلق کرد. اینه تفاوت این آهنگ ساز. ببین همیشه تو صحنه‌های جنگی میان این سازو استفاده میکنن. خب این کلیشه است، هزار بار استفاده شده. بعد حالا دوباره امید، ببین گفتیم یه داستان کودکانه، ساز کوبه‌ای جنگی، گروه کر مردانه هم داره. که مثلا شما انتظار داری الان گروه کر مردانه شد، مثلا آدم یاد فیلمای ترسناک هستن، فیلمای کوروساوا یا آره. فیلمای حماسی که دو تا سپاه دشمن میان در برابر هم، اما باز به
این کمک کرده. حالا این دوباره همکاریش با وس اندرسون هم هست، از ترانه ها یا کور ژاپنی هم استفاده کردن که کور ژاپنی و من مخاطب نمیدونم چی داره میگه اما باید حدس بزنم، یه جور خیال بازیه. به غیر از ساز تایکو هم که یک ساز ژاپنیه، هیچ ساز ژاپنی دیگه تو آهنگسازی این اثر استفاده نشده، اما آهنگش به شدت به نظر آدم ژاپنی. حالا به نظر من شاید این تأثیر رو فیلم‌های بعد خودش هم گذاشت، مثلا تو فیلم آس همین اتفاق از این کره استفاده شده که معنیش مشخص نیست. ببین اما من میگم تو آس ترسناکه، کره ترسناکه، بله. اونجا هم ترسناک نشسته، ولی تکنیکی نشسته که استفاده کرده مشابهه، اما بعید میدونم کس دیگه ای بتونه کره مردونه توی فیلم کودکانه بیاره انقدر لطیف بشه. کاملا حرف درست، و انقدر این موسیقی اصلا چسبیده به این فیلم، من نمیتونم، واقعا نمیتونم لحظه ایشو بدون موسیقی تصور کنم. اصلا این کارو تو همه کارا انجام میده، تو فیلم برس هم که یه فیلم تقریبا تو ژانر هارره موسیقی ساخته میترسونتت، اما ژانر ترسناک نیست. حالا شما الان مثلا اسم شیپ اف فوتر رو میاری، من دقیقا اون صحنه شناور شدن تو آب و اون هیولا و صدای اصلا همراش میاد، صدای ملودی رو دارم میشنوم، روحت خیس میشه. دقیقاً حالا دیگه بحث دوست داشتن دسپلاوود، من حیفم اومد که این، نه این نشون میده که شما بهش علاقه دارید. به هر حال دنیای آهنگسازی انقدر شنیدنی داره که بعید میدونم کسی علاقه مند سینما باشه و این شنیدنی ها براش جذابیت نداشته باشه. خب خیلیاتون شاید طرفدار دسپلاو بودین، خیلیاتون شاید اسم فیلم ها رو فقط میشناختین، دسپلاو رو نشناخته بودین تا الان. نظراتتون رو بگین، مثلا بگین کدوم فیلمشو بیشتر دوست دارین، کدوم موسیقی بوده که تو ذهنتون بوده از بین این اسامی که شنیدید. تا پادکست بعدی خدا نگهدار. من میخوام با یک سوال این پادکست رو تموم کنم، اینکه صدا کجا تموم میشه؟ شاید اگه علمی نگاه بکنیم و بخوایم فرکانسای صوتی رو در نظر بگیریم، صدایی که تولید میشه هیچ وقت در طبیعت به سکوت نمیرسه، حتی اگه خیلی 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 کم و کم صدا بشه، چرا که صدا هم یک انرژیه که مثل هر انرژی دیگه‌ای تبدیل میشه تو دل طبیعت. حالا به نظر من با یک نگاه زیبایی شناسانه، دسپلا آهنگسازیه که این بی‌نهایتی صدا رو برای ما مینوازه. موسیقی‌های دسپلا وقتی که ما میشنویم انگار تو ذهن ما هیچ وقت تموم نمیشن و ما همیشه با اونها زندگی میکنیم و گاهی اوقات فیلمی که دیدیم رو فراموش میکنیم اما موسیقی که شنیدیم نه. تا پادکست دیگه و بررسی یکی دیگه از مشاهیر آهنگسازی، خدا نگهدارتون.